سرخط تازه ترین و مهمترین خبر، قطعه طوفان در روزهای آینده طوفان برپا خواهد کرد. با نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چنل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. افغانستان انترنشنال در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: قطعه طوفان در روزهای آینده طوفان برپا خواهد کرد. این قطعه کسانی که در اردوی ملی بودند و به کشورهای تاجکستان و ازبکستان رفته بودند، قطعه ای را تحت نام طوفان تشکیل دادند و اکنون در کوه پایه های هندوکش قرار دارند و جهز با هر نوع سلاح و یاد داشتن تکتیک جنگی. همچنان این در حالی است که سازمان صحی جهان 7 تن تجهیزات طبی به افغانستان کمک کرد. به نقل از اطلاعات روز، سازمان صحی جهان میگوید که حدود 7.1 تن دارو و تجهیزات طبی نجات بخش از کمک های این سازمان به کابل منتقل شده است. سازمان صحی جهانی با نشر خبرنامه گفته که هواپیمای حامل این مقدار دارو و تجهیزات طبی امروز دوشنبه 17 عقرب به میدان هوای کابل نشست کرد. به نقل از خبرنامه، این تجهیزات برای معالجه حدود 5000 کودک که از سوی تغذیه رنج میبرند استفاده خواهد شد. همچنین از آن برای تداوی سایر کودکان بیمار هم استفاده می شود. این کمک ها به همکاری تیم لوجستیکی خطوط هوایی قطر و دولت این کشور به حکومت سرپرستی طالبان تحویل داده شد. این 4مین پرواز حامل کمک های سازمان صحی جهان به افغانستان پس از تسلط گروه طالبان بر کشور است. از تاریخ 3 آگست تا کنون 60 تن مواد طبی در این پروازها از طریق قطر به کابل منتقل شده است. سازمان صحی جهان گفته است که این کمک ها نیاز عاجل صحی 1.5 میلیون نفر را مرافع می کند. این در حالی است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، تدروس آدهانوم رئیس سازمان صحی جهان در سفری به کابل از فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار داد. او در آن هنگام خواستار کمک فوری جهان شده بر افغانستان. همچنان این در حالی است که حمله پهبادی بدون سرنشین شبه نظامیان بر نخست وزیر عراق نشانگر تجدید جنگ قدرت است. اطلاعات روز، مقامات این حمله به خانه نخست وزیر را به عنوان سایه قصد توسط گروه های مورد حمایت ایران می دانند که تلاش دارند نتیجه انتخابات را باطل کنند. مقامات ارشد عراقی معتقدند که حمله وقیحانه هواپیمای بدون سرنشین به خانه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تجدید بی سابقه تنش‌ها بین رهبران این کشور و گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران است که تلاش می کنند انتخابات ماه گذشته را باطل کنند. این حمله از سوی مقامات عراقی به عنوان یک سوی قصد تلقی می شود و اولین حمله در نوع خود علیه یک نخست وزیر از زمان حمله به این کشور تحت رهبری ایالات متحده آمریکا برای برکناری صدام حسین در حدود 19 سال پیش است. کاظمی بر اثر انفجار یک پهپاد در نزدیکی درب ورودی محل سکونتش در منطقه سبز بغداد زخم سطحی برداشته، به 7 تن از نگهبانان وی نیز جراحات جدی تری وارد شده، اما کسی جان نباخته است. شخصیت های اطلاعاتی منطقه میگویند که این حمله احتمالاً توسط گروه های مرتبط با ایران انجام شده که 2/3 کرسی های پارلمانی خود را در انتخابات سراسری از دست دادند و روز جمعه قبل از اینکه توسط نیروهای امنیتی مورد ضربه و شتم قرار گیرند، سعی کردند به منطقه سبز حمله کنند. هنوز مشخص نیست که آیا این حمله به دستور ایران انجام شده است یا خیر. یکی از مقامات عراق گفت: ما میگوییم که شبه نظامیان این کار را کردند. ما میگوییم شاید ایرانی ها میدانستند. ما بیشتر از این مطمئن نیستیم. گرفته شده از صفحه رسمی اطلاعات روز. همچنان این در حالی است که گریز از گرسنگی به مهاجرت قاچاقی. اطلاعات روز، برای فرار از فقر و بیکاری در افغانستان تنها یک گزینه پیش روی بسیاری ها قرار دارد. سفر قاچاقی به ایران روزانه صدها تن از مرزهای غربی و ویژه نیمروز وارد پاکستان و از آنجا اگر خوش شانس باشند وارد ایران می شوند.
نیمروز یکی از گذرگاه‌های اصلی قاچاق انسان شمرده می‌شود و در این ولایت بیابانی و خشک انبوهی از قاچاق برای انسان حضور دارند. نجیب الله نظری خبرنگار محلی در غور مانند هزاران افغان دیگر به سفر قاچاقی و دلیل بیکاری می‌اندیشد. او حدود یک دهه در رسانه‌های محلی غور کار کرده است، اما تسلط طالبان بر افغانستان بر زندگی او نیز سایه انداخته است. او چند ماه می شود که از رادیو و تلویزیون ملی در غور ماش دریافت نکرده و پس از نیازهای خانوادهش برنمی آید. او تصمیم دارد به همین زودی ها از طریق راه قاچاقی از افغانستان خارج شود و تصور می کند که زیر پرچم طالبان فعالیت رسانه ها پایان یافته است. پس از سقوط حکومت به دست طالبان و پرداخت نشدن معاش کارمندان دولت، تا حالا به مشکلات زیاد اقتصادی مواجه شدم و این مشکلات روز به روز زیادتر می شود و باید قاچاقی ایران بروم و کار شاقه انجام دهم. با روی کار آمدن طالبان، اختناق شدید در اطلاعات رسانی رونما شده و شمار رسانه های آزادی روز به روز کم می شود و لشکر عظیم بیکاران از کارمندان رسانه شکل گرفته است. چندین خبرنگار در صحبت و روزنامه اطلاعات روز گفتند که روند دسترسی به اطلاعات و فعالیت آزادی رسانه ها در دوران تسلط طالبان سخت است و این یکی از دلایل توقف فعالیت رسانه ها شمرده می شود. نجیب الله نظری خبرنگار محلی در غور مانند هزاران افغان دیگر به سفر قاچاقی به دلیل بیکاری می اندیشد. عکس ارسالی با اطلاعات روز. هجوم گسترده افغان ها برای ترک افغانستان به هر قیمت ممکن باعث شده که انبوهی از لوازم خانه ها با قیمت بسیار ناچیز در بازار هرات به فروش برسد و حتی برخی از این لوازم از تازه عروسانی بوده که یک بار هم از آن استفاده نکرده اند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما و ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. تا درود دیگر، بدرود.